با سلام خدمت همراهان عزیز، در این بخش از صحبت میخوام راجع به جن و اجنه صحبت کنیم. ببین کلن مبحث جن و جن زدگی در منطقه ما زیاده، یعنی حتی در جاهای دیگه هم هست که یه نفر دچار جن زدگی شده، یه نفر جن به سیلی زده، یه نفر جن وارد جسم شده، اینا زیاد داریم. ولی کلن مبحث این که جن مسلمان و جن کافر داریم، این اصلا مبحث غلطیه. جن جنه، نه مسلمونه نه کافره، موحده. یه جای تو قرآن هست که میگه بخشی از جن آمدن و گفتن سمعنا قرآنا عجبا فآمنا به، شنیدیم قرآن عجیبی و به اون قرآن ایمان آوردیم. گفتن بله به اون قرآن ایمان آوردیم، نگفتن به حضرت محمد ایمان آوردیم. زمانی کسی مسلمان میشه بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. جن هیچ وقت نگو اشهد ان محمد رسول الله. پس این مسئله جن. جن قبل از انسان خلق شده، قبل از آدم خلق شده و از آتشه. بعضی ادعا میکنن که من با جن ازدواج کردم یا نمیدونم از جن بچه دارم، اینم داستانه، یعنی وارد توهم شدن. چون جن نمیشه با انسان ازدواج کنه و نه انسان میتونه با جن ازدواج کنه. چرا؟ چون جن از آتشه و انسان از گل. مگه میشه آتش با گل ازدواج کنه؟ اما بریم به مبحث خودمون که کسانی که دچار جن زدگی میشن، کسانی که دچار جن زدگی میشن اینا یک حالت خاص دارن، یا گوشه‌گیر میشن، زیاد معزول میشن، کم صحبت میشن، یا بدن درد دارن، یه مشکلاتی دچار میشن که این مشکلاتشون پزشکی نیست. میرن آزمایش، عکس برداری، همین چه انجام میدن، اما متوجه میشن که نه، اینا عمل پزشکی نیست، باید درمان بشن از طریق اهل هوا. وقتی این شخص میاد مشخص شد که ایشون دچار جن شده، با شرایط خاص البته، اول بهش دارو میمالن، بعد بهش ازله میکنن، یه دنبال باش کنار دریا یا تو قبلسون چال میکنن و بعد میارن تو میدون اهل هوا و بعدش موسیقی میزنن. اگر جن داره که جنش میاد پایین و جن دروغوه، جن دروغ میگه، خودش معرفی میکنه که من شیخم، من سیدم، من زارم، من فلانم. اما اونی که بابا زاره یا ماما زاره میفهمه که این الان جنه. جن از بدن خارج میکنن. جن مثل بادها نیستن، مثل سادات، مشایخ، نوبان، بانیان، متالی، زاب، اینا تو بدن میمونن، اما جن خارج میشه. و اگه کسی بگه که من جن تو بدنم، بعد اظهار بعد جن شیخ دارم، سید دارم، همچون چی نمیشه. جن خارج میشه. زمانی که جن خارج میشه ممکنه که یک باد دیگه وارد بدنش بشه، اگر تو میدون اهل هوا باشه، و ممکنه هم نشه، چه بهتر که نشه. اما جن ها کجا بیشتر هستن؟ خیلی ها میگن که تو درخت سدر که همون کنار خودمون باشه جن هست. نه، اصلا در درخت خاردال جنی وجود نداره. مرکز جن که زیاد تجمع دارن در درخت های بیخارن، مخصوصا در درخت لور که بوشهری ها میگن لیر. در درخت لور محل جنه، ولی کهول و کرت و کنار و نخلم یه وقتایی جن توش سکنا میگیره، اما تو تنش، نه تو شاخهای بالاش که خار داره. پس و بیشتر خونه ها و بیشتر خونه ها اماکن مسکونی در همه جای دنیا، تو خونه ها جن قبل از ما ساکن بودن. بعضی ها میمونن با ما زندگی میکنن، اما بعضی ها میرن. حتی بعضی جاها این جن ها اگر ما کار بکنیم که مورد علاقهشون نباشه اذیت میکنن. تو خیلی خونه ها داریم شب در بسته میشه، در باز میشه، لام روشن میشه، لام خاموش میشه، در یخچال باز بسته میشه و حتی جاهای میبیننشون. من به این ادعا میتونم از همه دعوت کنم بیا خونه ما شب بشینن و ببینن اینجا که ما یکی داریم تو چیز تو خونمون، شب که شد راه میره، میره شرق و غرب، شرق و غرب راه میره. مگه یه مهمونی هم نشسته تو خونه میگه پرخون مهمون داری. پس جن عین انسان مخلوقه، یعنی مخلوق خداونده، اما جنسی از آتشه. و چون به انسان سجده نکرد از درگاه خدا اخراج شد. این کار دینی شه. اما برسیم به موضوع غیر مسلمان ها.
یه مسلمان ها مثلا دستات پوست های برزیل که من بیشتر باشون بودم اینا اعتقاد دارن که جنگیری میکنن و اون شخصایی که جنگیری میکنن بهش میگن شمن و شمنیست. شمنیست اونه که جن میگیرن و جن از بدن بیرون میکنن یا از جن کار میکشن و تو عمان داریم آدمایی که از جن کار میکشن اما دیگه نمایش نمیدن، نمیدونم فیلم بگیری، نمیدونم عکس بگیری، اما با جن سر کار دارن. اما که بخواییم با جن ازدواج بکنیم این کلن رده، نه مؤنث میتونه با مذکر انسان ازدواج کنه، نه مذکر جن میتونه با مؤنث انسان ازدواج کنه. بعضی از این دجال ها سر مردم کلاه میذارن بگن بله تو جن باید ازدواج کرده، نمیدونم جن شب اومده گول زده، باید همخوابی کرده، تو از جن حامل شدی، یا اون آقا که شب خواب دیده با جن هم بستر شده، خواب دیده آقا که بیشتر آقا خواب میبینن دیگونه که مجردن یا حتی متحنین خواب میبینن و تو خواب ارضا میشن، میگن آقا تو نه با جن هم بستر، نه همچون چیز نیست. و جالب اینجاست که جن تو حمام، تو توالت، تو اتاق خواب وجود نداره، چون اینا حق ندارن انسان ها رو با عورت بیرون ببینن، یعنی با همون عورت میشه عادت جنسی. بعد این تو شخ به خونه ها بیدر پیکر میشه دیگه، تو توالت جن، تو حموم جن، تو تا خواب جن، وقتی شما سکس میکنید با سکس میکنید، اون یک مبحث دیگه است، بحثی به جن نداره. این از جن و جن و جنان یا جنی و بود جنی. و ایچی جالبتر بهتون بگم که توی آوازخانی جن میگن جن و جنان یا جنی و بود جنی یا جنی. وابور اومده از کلمه وابور، وابور تو مثل یا به پریموس، پریموس قدیمی که پم میزدن، یا به لوکوموتیو و به کشتی هایی که با زغال سنگ کار میکردن میگفتن وابور. و چون این کشتی زغال سوز میمد تو منطقه خیلی فاس و مردم ندیده بودن، خیلی هم دود میکرد، سه تا دودکش داشت، بهش میگفتن غلاب شیطون. ما که نه غلاب شیطونی بودن، یه غلاب طبیعی بود. و بعد میپرسید این چیه؟ خب بیشتر مردمان هم مثلی بودن دیگه، بودن ها در وابور. وابور یه خوده چرخید، مثل بعضی خیلی از آوازا پار کرده، شد بابور. بابور نداریم اسم جن، جنام اسم ندارن که بگیم این شیخ جنه، این نمیدونم سید جنه، این نمیدونم فلان جنه. جن اما جاهای مختلف داریم، جن زمینی داریم، جن هوایی داریم، جن جنگلی داریم، تو همه جا جن هست. جن هر جا به همون اسم، حالا میخواد تو جنگل باشه میشه جنگلی، تو آسمون باشه میشه سماوی، تو زمین باشه میشه ارضی، تو دریا باشه میشه دریایی، یا بحاری، سماوی، غار. این جن دیگه که مثلا بعضی اومدن خیلی غلو کردن توی مسئله جن، که آقا با من بچه جن زده میشی اگر نمیدونم فلان کار کردی، نه همچون چی نیست. با یه بسم الله الانم رفت، حتی جایی که مثلا خرابه از یه دختی خواست بخوابه یا کم بزنه، یه بسم الله بکنه کافیه. حالا سوال پیش بیاد، میگه آخه بعضی ها مسلمان نیستن که بگن بسم الله الرحمن الرحیم یا بگن یا خدا. ببین تمام مردم یک خدایی دار واسه خودشون، مثلا اروپایی ها میگن مای گاد، هندی میگه بگوان، رجی ما میگیم خدا، عرب میگه الله. به محض بردن اسم همون خدا که به اسم خداست اما به گویش خودت بگی، اون جنا میرن کنار. ولی بهتره که انسان در باره جن زیاد خودش حرف که موضوع نکنه، مخصوصا کسانی که خیلی وارد نیستن، توسط خیلی آدم ها ممکنه گولشون بزنن، بگن بیان فلانجا جن میبینی. من چند وقت پیش تو سلام یه فیلم میدیدم، دو تا جوان میذاشتم که ما امشب میدیم فلانجا بهتون جن نشون میدیم. بعد خیلی جالب بود که جن صدا میزدن، میگفتن نه ترس خودت نگاه کن. بعد که من با دقت فیلم نگاه کردم متوجه شدم که اینا غروب میدن آتیش میزنن، آتیش هم میکنن، بعد نماهای از دود میگیرن که تو جای خاص میگیرن که دود نتونه فرار کنه، بس محدود باشه و دود میپیچه. حالا دود که پیچید به همه شکل در میاد، به شکل اصل میشه، به شکل انسان میشه، به شکل حیوان میشه. و این از این فیلم میگفته باید این جنه. ملت دقت نمی کردن که اینا رفته آتیش روشن کردن. خب اینجایی که جنه شما آتیش روشن کنیم، بعد واقعی جن قابل فیلم برداری نیست. یه مختایی بله، یه آدم یه عکسی میگیره، ممکنه پشت پس زمینه
یه تصویری بیفته از موجودات ماورایی، مثلا تو خواهد بگم موجودات ماورایی، ولی کلن جنان تا ما باشون کاری نداشته باشیم اونا با ما کاری ندارن، اینو مطمئن باشیم. ما این که دست و کار جن و همه کار کردیم و عذیتشون میکنیم. تا زمانی که ما عذیت جن نکنیم، جن با ما هیچ کاری نداره. درود بر شما.